سلام و دوری دیگر خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، مجددا اومدیم که بررسی کنیم قسمت جدیدی که به سایت رولکون اضافه شده، قسمت تسک والی که جدیدا اضافه شده. خیلی از دوستان پرسیدن چطور از این قسمت میتونیم استفاده کنیم و RLT رایگان به دست بیاریم. خب دوستان، حالا اومدیم که بررسی کنیم با هم دیگه این قسمت رو، ببینیم چطور میشه باش کار کرد و RLT های رایگان رو به دست آورد. این قسمت سمت چپ که مشخصا خودتونم دیدید، اگر با کامپیوتر هستید اینجا اضافه شده سمت چپ، با موبایل هم که همون وسط صفحتون مشخصه. اگر حالا این قسمت هم نبود، از توی قسمت کیف پول بالا سمت چپ که کلیک کنید، صفحه مورد نظر که باز شد، پایین دکمه تسک وار رو براتون اضافه کردن. این قسمت دکمه رو اضافه کردن. اگر دیدید توی صفحه اصلی این قسمت نبود، پس میاد توی کیف پولتون قسمت دکمه تسکوال رو میزنید. این قسمت که باز شد برای موبایل، مرحله اول این موارد برنامه ها رو بهتون نشون نمیده، همین سه تا گزینه رو بهتون نشون میده. تسک لیست که همین لیست برنامه هایی هست که براتون باز میکنه. پیوت هیستوری هم که مواردیه که شما انجام دادید و بهتون پرداخت کرده سایت. قسمت بعدی هم که برای توضیحات قسمت تسک والی که خود سایت بهتون توضیح داده چه کار باید انجام بدید که این تسک ها رو بتونید کامل کنید. یه سری از مراحل رو قید کرده و سوالات متعددی که اینجا گذاشته شده برای کسایی که حالا مشکل دارن. حالا اینجا زبانش هم میتونید به فارسی تبدیل کنید که راحت‌تر بتونید متوجه بشید. در مرحله اول که ازتون یه سری کارها خواسته، یعنی گفتی یه دونه از اون برنامه رو از لیست انتخاب میکنید، توضیحات زیر برنامه رو میخونید که چه کار باید انجام بدید. حالا اون برنامه رو روی دستگاه مورد نظرتون، حالا کامپیوتر یا موبایل اندروید iOS یا آیپد، نصب میکنید و مراحل پاداشش رو کامل انجام میدید که بهتون RLT مورد نظر رو بده. خب کلان تسک وال چیه؟ همین چیزی که الان براتون توضیح دادم. یه سری کاره که اونا رو باید انجام بدید که ازتون خواسته شده طبق دستور عملی که بهتون داده شده. به طور کامل اون کار رو انجام میدید و پاداشتون رو میگیرید. قسمت بعدی هم که هستش چه نوع وظایفی در دسترس هست؟ یعنی کلان چه چیزهایی توی لیست تسک لیست ما هست که میتونیم اونا رو انجام بدید. خودتون که اون قسمت رو باز کنید کاملا مشخصه دیگه. یه سری برنامه هست که بازیه، یه سریاش ازتون سوال کرده، یه سری حالا VPNه، کلن چیزهای مختلفی هست که اونجا میتونید نصب کنید و انجام بدید که بتونید پاداش RLTتون رو دریافت کنید. قسمت بعدی هم که توضیحات برای RLTه که میگه تا چه حدی میتونم RLT از این قسمت کسب کنم. خب گفته مجموع پاداش شما ده ها یا صد ها RLT جوایز، یعنی هر چقدر شما انجام بدید اون تسکایی که به شما داده شده رو نسبت به همون تسکایی که شما انجام میدید میتونید پاداش بگیرید. کم و زیادش دیگه بستگی به خودتون داره که درست انجام بدید و درست بتونید اونا رو دریافت کنید. قسمت بعدی هم که چه مقداری طول میکشه که به موجودیتون واریز بشه، گفته شده 5 تا 10 دقیقه بعد از اتمام کار به حساب میاد. حالا ممکنه که به صورت دستی اینو ثبت کنن که تا 7 روز هم شاید طول بکشه. قسمت بعدی هم که اگر اعتبار داده نشد چیکار باید کنیم؟ پاداشتون بهتون داده نشد که به همون شکل باز توضیح داده، گفته امکان داره باز تا 7 روز طول بکشه. اگر به صورت خودکار نباشه، به صورت دستی باشه، میگه شاید تا 7 روز طول بکشه، ولی اگر بیشتر از 7 روز بود میتونید حالا با پشتیبانی تماس بگیرید یا ایمیل بزنید که اگر مشکلی هست که رفع مشکل بشه. و در آخر که یه سری ممنوعیت ها هست که بعدن هم بهتون در آخر توضیح میدم که چیکار نباید بکنیم که پاداشمون از دست بره یا حذف بشه. کلا VPN نباید استفاده کنید. یه سری شبیه ساز اندروید حالا روی کامپیوتر اگر بخواید اجرا کنید اونا رو نباید استفاده کنید و چیزهای موارد دیگر که در آخر اونجا میتونید ببینید. نورو نباید استفاده کنید. اگر استفاده بشه پاداش بهتون داده نمیشه. را متاسفانه ما هم که تو کشور ایران هستیم و حتما باید از VPN استفاده کنیم چون سایت رو نمیتونیم باز کنیم. مگر حالا به شکلی که اون قسمت تسکش رو باز کنیم و برنامه رو بزنیم، ایمیل بره به حسابمون، حالا توضیحات رو بهتون میدم. موارد باشه تا این قسمت میریم توی
تسک لیستمون یا همون لیست کارمون. خب اینجا موارد برنامه هایی یا بازی هایی که میبینید برامون قرار داده و این قسمت هم کاملا به موقعیت جغرافیاییتون ارتباط داره. یعنی شما آی پیتون ایران باشه، یه سری تسک های کمی براتون میاره. آی پیتون کشور دیگه ای باشه، تسک های مربوط به اون کشور رو میاره، برنامه یا بازی یا هر چیزی که توی اون کشور هستش میاره برات. متاسفانه ما کلا با این قسمت جدید مشکل زیاد داریم که حتما باید یه وی پی ان خوب داشته باشید. اگر بدون وی پی ان هم میخواید کار کنید، حتما باید برای ورود به این قسمت که حتما باید یه وی پی ان داشته باشید، چون نمیشه در هر صورت این سایت اصلا نمیتونید باز کنید که این قسمت بتونید بیاید کاری انجام بدید. پس در نهایت یه وی پی ان، حداقل از خود وی پی ان کروم که توی ویدیوی قبل براتون توضیح دادم، باید بتونید استفاده کنید. خب یه وی پی ان فعال میکنیم، روی کشور ترکیه میذارم و مجدد توی این قسمت تسک لیست وارد میشیم که حالا تسک مورد نظر رو بهتون نشون بدم که چطور میتونید وارد بخش مربوطش بشید و دانلودش کنید. برای مثال حالا ما یه بازی رو اینجا انتخاب میکنیم، این بازی ساده که سریع بتونیم حالا انجامش بدیم و نصبش کنیم. ما این بازی رو انتخاب میکنیم، این مقدار آرالتی پاداشش هست، استیک آب و برای اندروید این بازی. زیرش هم نوشته که برنامه رو نصب کنید، بازی کنید، برای لول 50 برسونید. گزینه ویو تسک رو میزنیم، این صفحه براتون باز میشه. این صفحه که براتون باز شد، یا از ایمیل میتونید استفاده کنید. یعنی این قسمت ایمیل رو میزنید، تکرار ایمیل رو میزنید، گزینه من ربات نیستم و تیک میزنید، این هم گزینه رو تیک میزنید و سند رو میزنید، یه لینک براتون ارسال میشه به ایمیلتون. و قسمت بعدی که میتونید از QR کد استفاده کنید. اگر حالا موبایلتون بارکد خان داره، اینجا میگیرید، صفحه لینک مورد نظر براتون روی موبایل باز میشه. اونجا اولین موردی که روی صفحه میاد همین بازی هست. دکمه سبز RLT رو میزنید که اونجا میره قسمت گوگل پلی استور که بتونید نصب. ما این قسمت ایمیلمون از قبل زدیم و یه لینک برای ما ارسال شده. این قسمت که ایمیلمون رو بیایم باز کنیم، از سایت آفرتو رو لینک استیک آب همون بازی اندرویدی که درخواست دادیم، اونجا لینکش برامون فرستاده شده. حتما خواستید لینک رو که باز کنید، سعی کنید حالا وی پی انتون خاموش باشه، یه موقع سایت ایراد نگیره که از فیلتر چیکن استفاده کردید و اون همه حالا بازی کنید، زحمت بکشید، بعد بهتون پاداش داده نشه. این موارد هم سعی کنید که در نظر داشته باشید که بعد براتون مشکل ایجاد نشه. چه موبایل، چه کامپیوتر یا هر دستگاه دیگه که میخواید بازی رو نصب کنید، وی پی ان خاموش، بر روی لینک کلیک کنید که شما رو انتقال میده به صفحه مربوطه که این صفحه هستش. تو این صفحه اولین بازی که اون قسمت بالا براتون میاد همین بازی که ما انتخاب کردیم و اینجا دکمه مربوطش رو که بزنید، این قسمت باز میشه که اینجا یه سری توضیحات داده که ممنوعیت هایی که بهتون گفتم اون قسمت اول اینجا گفته شده که از وی پی ان نباید استفاده کنید، شبیه ساز یا همون ایمیلاتور برای اندروید نباید استفاده کنید. حالا من برای توضیحات برای تست دارم خدمتتون میگم که موارد گوشی رو نیاییم روی کامپیوتر اجرا کنیم، ولی شما این لینک رو میفرستید رو موبایلتون، لینک ارسال شده به ایمیلتون از رو موبایل اونجا باز میکنید که شما رو بفرسته توی صفحه مربوطه. و موارد دیگه که اینجا قید شده، اینا رو باید رعایت کنید که براتون مشکل ساز نشه. برای تکمیل فرایندش رو این دکمه کلیک میکنید، شما رو انتقال میده به گوگل پلی استور که اینجا میتونید دکمه اینستال رو بزنید و برنامه یا بازیتون رو نصب کنید. به همین روش سادگی که خدمتون توضیح دادم میتونید موارد دیگر رو نصب کنید و انجام بدید. ولی متاسفانه چون ما تو ایران هستیم، حتما وی پی انتون رو خاموش کنید و نصب کنید، چون احتمالا بهتون اون پاداش رو ندن که از وی پی ان استفاده کردید. و تسک هایی که برای ما و تسک هایی که برای ما تو کشور ایران میاره، یه سری تسک هاست که اصلا خیلی مواردش کمه. حالا من بدون وی پی ان هم براتون نشون میدم که
حالا اینجا وی پی انمون رو خاموش میکنیم. همون لینکی که بر اون ارسال شده بود کپیش میکنم و بدون فیلتر شکن توی مرورگر اج برای ویندوز 10 باز میکنم که ببینید چند تا تسک برامون میاره بدون فیلتر شکن. خیلی تعداد معدود و کمی هستش، چون از کشور ایران آی پی رو میشناسه، خیلی تسک های کمی میاره. حدودا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا. 10 تا تسک بیشتر برامون نمیاره. کلن دسکتاپ و سایت و اپ کلن 10 تا مورد بیشتر برامون نمیاره. حالا این مورد رو من روی اندروید نصب کردم. این قسمت هستش. این مورد رو برای اندروید نصب کردم بدون حالا وی پی ان. باید به لول 23 برسونید کمتر از 14 روز. مواردی هم که نصب میکنید این قسمت مای آر ال تی اینجا ثبت میشه. این مورد استیک آب رو میبینید که چند بار کلیک کردیم که بخوایم براتون توضیح بدیم، اینجا همش ثبت شده. این مواردی هم که حالا اگر که پرداختی انجام نشده اینجا میتونید کلیک کنید که یه سری از سوالات هست و مواردی که انجام داده باشید و پرداخت نشده باشه اینجا میتونید ضمیمه کنید یا توضیحات بدید و ایمیل رو بزنید که بفرستید برای پشتیبانشون که بررسی انجام بشه. دوستان اگر سوال دیگه ای داشتید میتونید از طریق کانال اینستاگرام یا توی توضیحات دیسکریپشن یوتیوب یا کانال آپارات بپرسید، من حتما پاسخ میدم. ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید که ما رو خوشحال کنید بتونیم براتون ویدیویی بهتر و توضیحات بیشتری در مورد سایت قرار بدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.